به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. امیر حسین بهبودی هستم، مدرس این آموزش. امیدوارم حالتون خوب باشه و با انرژی مثبت همراه این آموزش از فرادرس باشید. در این آموزش قصد دارم سیستم های حمل و نقل هوشمند یا همون ITS رو براتون توضیح بدم. بریم سراغ درس اول این آموزش. قسمت اول، مقدمه. بدون شک همه ما تقریبا از روش های مختلف حمل و نقل استفاده کردیم، اما آیا تا به حال به تاریخچه اون فکر کردید و اینکه در زمان قدیم انسان‌ها بدون مترو، اتوبوس، قطار و هواپیما واقعاً چیکار می‌کردند؟ حمل و نقل به طور کلی به انتقال و جابجایی انسان و یا کالاها از جایی به مکان دیگه گفته میشه که این جابجایی میتونه داخلی یا خارجی باشه. ساخت راه ارتباطی توسط انسان یکی از ابتدایی ترین و اصلی ترین راه‌های ترقی بشر محسوب میشه. امروزه صنعت حمل و نقل به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرده و انسان‌ها از هر مسیری برای ایجاد راه ارتباطی استفاده می‌کنند. از زمان قدیم تا امروز انسان‌ها نیاز به برقراری ارتباط رو حس می‌کردند، اما در اوایل به دلیل وجود محدودیت‌های مثل فضا و کوچک بودن تجارت‌ها، همون راه‌های اولیه یعنی استفاده از حیوانات پاسخگو نیازهایشان بود. گذر زمان و افزایش نیازهای انسان باعث شد که بشر دست به کشف راه‌های ارتباطی سریع و جدیدتر بزنه، تا حدی که امروزه از هر مسیر و وسیله‌ای برای حمل و نقل استفاده می‌کنه. در حال حاضر حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد محسوب میشه و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشورها داره. این بخش در برگیرنده فعالیت‌هایی که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داره و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری رو بر عهده داره. حمل و نقل واسطه ای بین فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی. همچنین حمل و نقل در توزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و کاهش آثار فقر و اختلاف درآمد روستانشینان و شهرنشینان نقش موثری دارد. پس داره به ما نشون میده که حمل و نقل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند. تعاریف مختلفی برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند یا همون ITS ارائه شده که در ادامه چند مورد از اونا رو توضیح میدم. سیستم یک پارچه‌ای متشکل از حسگرهای دریافت داده، سیستم پردازش اطلاعات، سیستم ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان و سیستم‌های عملکردی که با هماهنگی کامل با همدیگه برای بهبود انجام وظایف و افزایش کیفیت خدمات رسانی در شیوه‌های مختلف حمل و نقل، اهم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به کار گرفته میشه. به کارگیری سیستم‌های پردازش اطلاعات، سیستم‌های ارتباطی، شناساگرها، فناوری‌های کنترل و راهبردهای مدیریت در قالب یک روش جامع برای بهبود کارکرد سیستم حمل و نقل. در یک تعریف مختصر میشه حمل و نقل هوشمند رو به کارگیری ترکیبی و هماهنگ فناوری‌های نوین و پردازش اطلاعات به منظور ارتقای ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل دونست. یا میتونیم اینطور بگیم که سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مجموعه‌ای از فناوری‌های مختلف از جمله مخابرات، کنترل، الکترونیک و رایانه است که باعث بهبود عملکرد سیستم‌های حمل و نقل میشه و تلفیقی از دو دانش اطلاعات و انتقال اطلاعات در سیستم‌های حمل و نقل. خب تو این اسلاید با تعاریف مختلفی که از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند ارائه شده آشنا شدید و درک کردید که به چه سیستم‌هایی سیستم حمل و نقل هوشمند گفته میشه. اهداف ITS. مهمترین اهدافی که از پیاده سازی سیستم‌های هوشمند حمل و نقل میشه انتظار داشت عبارت است از افزایش کارایی عملیاتی و ظرفیت مؤثر سیستم‌های حمل و نقل، افزایش ایمنی سیستم حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تأخیر و زمان سفر، کاهش آلاینده‌های محیط زیست، افزایش بهره‌وری اقتصادی و جلب رضایت مشتریان. بریم سراغ توضیح این مواردی که مطرح کردم. افزایش کارایی عملیاتی و ظرفیت مؤثر سیستم‌های حمل و نقل. هدف اصلی ITS
بهره برداری بهتر از ظرفیت و افزایش کارایی عملیاتی سیستم حمل و نقل زمینیه. در حقیقت این هدف عملا دستیابی به چندین هدف دیگر رو مشخص و امکان پذیر میکنه. کاهش تراکم، ارائه اطلاعات قابل اعتماد که با استفاده از اون مسافران میتونن تصمیمات بهتری رو اتخاذ کنند، حذف تاخیر در زمان اخذ عوارض، هماهنگ کردن چراغ‌های راهنمایی، سیستم‌های اطلاع رسانی به مسافر، مدیریت توقفگاه و سایر سیستم‌های هوشمند همگی به افزایش ظرفیت مؤثر، کارایی، بهره‌وری، استفاده مؤثر از منابع و کاهش آثار منفی زیست محیطی کمک میکنه. افزایش ایمنی سیستم حمل و نقل. نیاز به ارتقای میزان ایمنی به ویژه برای غلبه بر اشتباهات انسانی، امنیت مسافر در کلیه شیوه های حمل و نقل اهم از جاده‌ای، درون شهری و برون شهری احساس میشه. هدف از سیستم های حمل و نقل هوشمند از جمله سیستم هشدار دهنده تصادف، سیستم های دستیار راننده و غیره، افزایش ایمنی و کاهش رخداد سوانه. افزایش ایمنی از جمله اهداف ویژه یک سیستم حمل و نقل هوشمند محسوب میشه، چون در قرنی هستیم که آمار کشته ها و مجروحان ناشی از حوادث رانندگی میزان بسیار بالایی رو نشون میده، به خصوص در کشورهای جهان سوم که از اون میشه به عنوان دومین دلیل مرگ هم یاد کرد. ارزیابی های صورت گرفته در سیستم های حمل و نقل هوشمند نشانگر اینه که این سیستم ها در به حداقل رسوندن وقوع تصادفات نقش مهمی رو ایفا میکنن و همچنین در کاهش احتمال مرگ و میر در هنگام بروز حوادث نقش تعیین کننده ای دارن. کاهش مصرف انرژی. انرژی مدت هاست که یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان و دولت مردان دنیاست. جهان امروز نگاه ویژه‌ای به مصرف انرژی و محیط زیست داره و برای رسیدن به شرایط آرمانی همواره در تلاش تا با آخرین دستاوردهای روز مصرف انرژی رو به پایین‌ترین میزان ممکن برسونه. بر این اساس کلیه خدمات حمل و نقل هوشمند به نوعی در راستای کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی‌های ناشی از وسایل نقلیه عمل می‌کنه. کاهش تأخیر و زمان سفر. حمل و نقل بر چگونگی زندگی شهروندان تأثیر مستقیم داره. چگونگی جابجایی انسان‌ها، کالا، انرژی و مخابرات هم سلامت یک شهر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. مشکلات ترافیکی علاوه بر زمان و هزینه بسیار زیادی که از مردم تلف می‌کنه، آثار منفی بسیار زیادی هم بر روح و روان آنان به جا می‌ذاره. در این شرایط با توجه به افزایش بی‌رویه وسایل نقلیه و همچنین میزان انجام سفرها نیاز به سیستم حمل و نقل هوشمند ضروریه. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند با کنترل و مدیریت عوامل مؤثر در تأخیر سفرها و ایجاد راهبندان‌ها باعث کاهش تراکم و تأخیر میشه. افزایش بهره‌وری اقتصادی. حمل و نقل بخش تفکیک ناپذیر کلیه فرایندهای تولیدی بوده و افزایش کارایی اون اجازه میده کلیه این فرایندها به شکل بهتر و مؤثرتری عمل کنه. کلیه خدمات حمل و نقل هوشمند با توجه به افزایش بهره‌وری عملیاتی و مزایای دیگری مثل کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های زیست محیطی و غیره در افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. و مورد آخر، جلب رضایت مشتریان. رضایت کاربران نشون دهنده مقبولیت خدماتی که سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در اختیار مشتریان سیستم حمل و نقل قرار میدن. این سیستم‌ها با ارائه اطلاعات و خدمات بهنگام، تسهیلات ویژه حمل و نقل و غیره، رضایتمندی مشتریان رو فراهم می‌کنه. سیستم اخذ الکترونیکی عوارض، سیستم مدیریت آب و هوای جاده، سیستم اطلاع رسانی به مسافر و سیستم مدیریت توقفگاه از جمله سیستم‌هایی هستند که رضایتمندی کاربران رو به میزان قابل توجهی افزایش میده. تاریخچه ITS. ایالات متحده اولین کشور تو جهان بود که راه اندازی و توسعه معماری حمل و نقل هوشمند رو در سطح ملی مورد توجه قرار داد. این کشور بین
دهه 1960 تا 1970 میلادی تلاش‌های گسترده‌ای در جهت توسعه سیستم‌های الکترونیکی راهنمای مسیر انجام داد. این سیستم با برقراری ارتباط بین جاده و وسیله نقلیه هدایت مسیر رو فراهم می‌کرد. این کشور در این برهه زمانی پروژه‌های دیگه‌ای مثل سیستم کنترل ترافیک شهری و سیستم راهنمای سبقت رو هم اجرایی کرد. در اروپا دو سازمان فراملیتی ارتیکو و یورکا در زمینه حمل و نقل هوشمند فعالیت می‌کردند. ارتیکو یک سازمان غیرانتفاعی اروپاییه که خدمات و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند رو در اروپا بر عهده داره. این سازمان جهت پشتیبانی و پیاده‌سازی پروژه‌های تلماتیک حمل و نقل اروپا سازماندهی شد. ارتیکو تمامی مسائلی رو که به موضوع حمل و نقل هوشمند در اروپا مرتبط است رو تحت پوشش خودش قرار میده. ژاپن کشوریه که بیش از 120 میلیون نفر جمعیت داره که همه روزه 70 میلیون سفر هم در اون انجام میشه. هر سال تو این کشور نزدیک به 8000 نفر تو تصادفات رانندگی کشته میشن و تعداد زیادی هم در این جریانات زخمی و مجروح میشن. ساخت راه برای پاسخگویی به حجم زیاد تردد وسایل نقلیه به دلیل موانعی از قبیل محدودیت زمین‌های مناسب برای راهسازی کار بسیار مشکلیه. بنابراین استفاده بهینه از منابع موجود برای حل مشکلات حمل و نقل در ژاپن ضروریه. این کشور در سال 1973 کار خودش رو بر روی سیستم جامع کنترل ترافیک که به سیستم جامع ارتباط خودروی مشهوره آغاز کرد. طی دهه 1980 میلادی تحقیقات و پروژه‌هایی در دست اجرا قرار گرفت که از مهمترین اونها میشه به سیستم‌های ارتباطات خودرو جاده و سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات وسایل نقلیه اشاره کرد. اگه بخوایم سابقه ITS رو تو ایران بررسی کنیم، این سابقه به اولین استفاده از چراغ‌های کنترل تقاطع‌ها تو راه‌های درون شهری برمی‌گرده. سیستم‌های کنترل خودکار چراغ‌ها که به صورت الکتریکی زمان چراغ‌ها را تنظیم می‌کردند، به مرور جایگزین سیستم‌های دستی شدند. این چراغ‌ها برای کلیه ساعات شبانه روز زمان‌بندی یکسانی را اعمال می‌کردند. در بسیاری از شهرهای ایران با گذشت بیش از 50 سال از عمر این سیستم‌ها هنوز هم از این سیستم‌های کنترل زمان ثابت در کشورمون استفاده می‌شه. سرانجام تو سال 1371 اولین سیستم کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی تو تهران نصب شد. کاربردهای ITS 33 خدمت به کاربر در قالب 8 دسته معرفی شده که بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در ادامه این موارد رو بررسی خواهیم کرد. اما این 8 دسته شامل چه مواردیه؟ مدیریت ترافیک، اطلاع رسانی به مسافر، سیستم خودرو، خودروهای تجاری، حمل و نقل عمومی، مدیریت شرایط اضطراری، پرداخت الکترونیک و ایمنی. خب بریم سراغ اون 33 خدمت که ببینیم هر کدوم توی کدوم یکی از این دسته ها قرار گرفته. مدیریت ترافیک شامل کنترل ترافیک، پشتیبانی از برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت سانحه، مدیریت تقاضا، اعمال مقررات ترافیکی و مدیریت نگهداری زیرساخت‌هاست. اطلاع رسانی به مسافر شامل اطلاع رسانی قبل از آغاز سفر، اطلاع رسانی به راننده در حین سفر، اطلاع رسانی در حین سفر با حمل و نقل عمومی، خدمات اطلاعات شخصی و هدایت و مسیریابی روی نقشه است. سیستم خودرو هم شامل تقویت دید، عملکرد خودکار خودرو، پیشگیری از برخوردهای طولی، پیشگیری از برخوردهای جانبی، ارتقای ایمنی و حفاظت قبل از تصادف. ایمنی هم شامل امنیت سفرهای حمل و نقل همگانی، ارتقای ایمنی برای کاربران آسیب پذیر، امنیت عمومی سفر و تقاطع‌های هوشمند. خودروهای تجاری شامل مجوز تردد، مراحل اداری مرتبط، بازدید خودکار ایمنی کنار جاده، پایش ایمنی خودروهای تجاری و مدیریت ناوگان خودروهای تجاریه. حمل و نقل عمومی هم شامل مدیریت حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل بر اساس تقاضا و مدیریت سیستم‌های حمل و نقل اشتراکیه. پرداخت الکترونیک شامل تبادل مالی به صورت الکترونیک.
و مدیریت شرایط اضطراری شامل اعلام شرایط اضطراری حفظ امنیت شخصی، مدیریت خودروهای امدادی و اعلام سانحه و خطرات حمل مواد خطرناکه. تو این اسلایدها با خدماتی که به کاربران ITS ارائه میشه آشنا شد. انواع سیستم های حمل و نقل هوشمند. سیستم های مختلفی هستن که باعث هوشمندی شبکه حمل و نقل میشن. در اینجا این سیستم ها رو نام میبریم. سیستم های مدیریت حمل و نقل عمومی، سیستم های مدیریت آزادراه، سیستم های مدیریت سوانه، سیستم های مدیریت اورژانس، سیستم های مدیریت شریانی، سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم های اطلاع رسانی به مسافر، مدیریت اطلاعات، سیستم های ایمنی و پیشگیری از تصادفات، مدیریت آب و هوای جاده، سیستم جلوگیری از برخورد، عملیات وسایل نقلیه تجاری و سیستم های دستیاری راننده. هر کدوم از این سیستم ها رو توی یک اسلاید واسهتون توضیح میدم. سیستم های مدیریت حمل و نقل عمومی. سیستم های مدیریت حمل و نقل عمومی قادرند زمان سفر رو با بهبود عملکرد خودروها و بهبود عملکرد کلی شبکه حمل و نقل کاهش بدن. این سیستم ها باعث اجرای هرچه بهتر زمانبندی حرکت وسایل نقلیه عمومی شده و در نتیجه زمان انتظار مسافران رو کاهش میده. سیستم حمل و نقل عمومی شامل سیستم های ارتباطات و نظارت از جمله مکانیابی خودکار وسایل نقلیه، اولویت دهی زمانبندی چراغ به ناوگان اتوبوسرانی و دوربین های نظارتیه که به طور کل سبب بهبود کارایی عملیاتی و ایمنی حمل و نقل عمومی میشه. همچنین دسترسی به اطلاعاتی نظیر موقعیت اتوبوس ها و جدول زمانبندی حرکت اونها از طریق تابلوهای پیام متغیر نصب شده در ایستگاه ها و پایگاه های اینترنتی امکان پذیره. سیستم های مدیریت آزادراه. برخی از عملیات هایی که توسط سیستم های مدیریت آزادراه اجرا میشه عبارت است از نظارت و کنترل عملکرد آزادراهها، نظارت برای اعمال راهبردهای مدیریت و کنترل مانند کنترل حجم ورودی بزرگراهها و ایجاد محدوده های متفاوت برای حداکثر سرعت که بر اساس مشاهده شرایط آزادراهها ممکنه به کار گرفته بشه و اطلاع رسانی به راننده ها. راننده ها ممکنه این اطلاعات رو از طریق مختلفی مثل تابلوهای متغیر خبری و سیستم های اطلاع رسانی در داخل خود رو دریافت کنند. سیستم های مدیریت آزادراه با بکارگیری شناساگرهای ترافیک، دوربین های ویدیویی و سایر تجهیزات بازبینی جریان ترافیک رو در آزادراها مدیریت می کنند و راهبردهای مدیریت ترافیک نظیر کنترل رمپ، محدودیت های سرعت و غیره رو پشتیبانی میکنه. مزایای مدیریت آزادراه شامل افزایش سطح ایمنی، کاهش زمان سفر و افزایش ظرفیت. سیستم های مدیریت سوانه. سیستم های مدیریت سوانه میتونن باعث کاهش زمان شناسایی سوانه، کاهش زمان رسیدن خودروها به محل واقع و کاهش زمان برای برگشت به حالت عادی بشن. این سیستم ها در کاهش تراکم و راهبندان‌های ایجاد شده که بر اثر وقوع تصادف و همچنین سایر حوادث شکل گرفته است تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر به واسطه کاهش زمان شناسایی سانحه یا به عبارتی افزایش سرعت در شناسایی حادثه، کاهش زمان پاسخگویی به وسایل نقلیه و کاهش زمان رسیدن به وضعیت ترافیک نرماله. سیستم‌های مدیریت سوانه از فناوری‌های نظارتی به همراه زیرساخت‌های ارتباطات پیشرفته و سایر فناوری‌ها شناسایی رخدادها را با سرعت بالاتری انجام می‌دهند. نتیجه کلی خدمات این سیستم افزایش توان عملیاتی راه، پویایی حمل و نقل، کاهش راهبندان‌ها، کاهش آلودگی زیست محیطی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی. سیستم‌های مدیریت اورژانس. خدمات ITS در مدیریت اورژانس شامل مدیریت حوادث، توسعه خدمات پزشکی و پاسخگویی سریع به رخدادهاست. تعیین مزایای مدیریت اورژانس بستگی زیادی به چگونگی اجرای سیستم مدیریت سوانح دارد. مزایای سیستم مدیریت اورژانس شامل
اطلاع و اعلام حادثه، اعزام افراد به سر صحنه و هدایت اورژانس یا سایر تجهیزات لازم برای واکنش و پاسخ سریع و مناسب نسبت به حوادث. سیستم بعدی سیستم‌های مدیریت شریانیه. سیستم‌های مدیریت شریانی با بکارگیری نشانگرهای ترافیکی و چراغ‌های راهنمایی و سایر ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی ترافیک راه‌های شریانی رو مدیریت می‌کنه. برای مثال سیستم‌های کنترل چراغ‌های راهنمایی امکان هماهنگ کردن چراغ‌ها رو در مناطق شهری فراهم می‌کنه. سیستم‌های پرداخت الکترونیکی. این سیستم‌ها با استفاده از فناوری‌های ارتباطات و الکترونیک تسهیلات پرداخت الکترونیک رو برای کاربران مهیا می‌کنه. از جمله موفق‌ترین این سیستم‌ها میشه به سیستم عکس الکترونیکی عوارض اشاره کرد که به کاربران اجازه میده بدون اینکه وسیله نقلیه خودشون رو متوقف کنن مبلغ عوارض رو به صورت الکترونیکی پرداخت کنن. علاوه بر سیستم عکس الکترونیکی عوارض، سیستم‌های پرداخت کرایه توقفگاه، کرایه بار و غیره نیز جز این دسته محسوب میشن. مزایای این سیستم‌ها را میشه به کاهش زمان تأخیر، افزایش رضایتمندی مشتریان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفت. سیستم‌های اطلاع رسانی به مسافر. سیستم اطلاع رسانی به مسافر با بکارگیری فناوری‌های گوناگون و استفاده از پایگاه‌های اینترنتی، شناساگرهای ترافیک، تلفن، رادیو، تلویزیون، کیوسکا و غیره اطلاعات ترافیک رو قبل و حین سفر در اختیار مسافرها قرار میده و مسافران نیز با آگاهی از این اطلاعات میتونن بهترین تصمیم رو در خصوص نوع سفر، مسیر و زمان سفر اتخاذ کنند. مدیریت اطلاعات. مدیریت اطلاعات رو میشه زیربنای ITS محسوب کرد. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های ترافیک توسط انواع شناساگرها کمک قابل توجهی رو به سایر سیستم‌های ITS می‌کنه. مدیریت اطلاعات در تصمیم‌گیری، خط‌مشی، ارزیابی، طراحی و اجرای برنامه‌های ITS نقش اساسی رو بر عهده داره. سیستم‌های ایمنی و پیشگیری از تصادف. سیستم‌های ایمنی و پیشگیری از تصادف با استفاده از شناساگرها و تابلوهای هشدار دهنده از جمله چراغ چشمک زن، تابلو پیام متغیر و غیره وضعیت و شرایط خطرناک رو به رانندگان هشدار میده. استفاده از این سیستم با توجه به آمار بالای کشته ها و مجروحین بسیار ضروری و مؤثره. مدیریت آب و هوای جاده. مدیریت آب و هوای جاده شامل سیستم های اطلاعات آب و هوای جاده، فناوری های راهداری زمستانی و هماهنگی های بین پلیس راه ها و راهداری هاست. مشاهدات راه با استفاده از شناساگرهای جوی و محیطی در پیشبینی هوا و همچنین عملیات راهداری مؤثره و به اندازه‌گیری کنترل ترافیک از جمله اعمال محدودیت سرعت و عملیات راهداری زمستانی کمک بسیار زیادی میکنه. مدیریت آب و هوای جاده نقش بسزایی در افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، کاهش تراکم و راهبندان، کاهش زمان تأخیر، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست به ویژه در فصل زمستان دارد. سیستم جلوگیری از برخورد. سیستم‌های جلوگیری از تصادف و برخورد به جهت افزایش ایمنی رانندگان و مسافران مورد آزمایش قرار گرفتند و امروزه توسعه فراوانی هم داشتند. این سیستم‌ها توانایی رانندگان را برای ممانعت و جلوگیری از تصادفات بهبود می‌بخشند. سیستم جلوگیری از برخورد از شناساگرهای مختلفی برای مشاهده محیط پیرامون وسیله نقلیه استفاده می‌کند. با استفاده از این سیستم راننده از وضعیتی که در اون ممکنه به تصادف ختم بشه آگاه میشه. مثال‌هایی از این سیستم عبارت است از سیستم هشدار دهنده تصادف، سیستم شناسایی مانع و سیستم‌های هشدار دهنده انحراف جاده. عملیات وسایل نقلیه تجاری. ترخیص الکترونیکی خودروهای تجاری، معاینه فنی خودروها به صورت خودکار، نظارت بر وضعیت ایمنی خودرو، پردازش مراحل اداری مربوط به وسایل نقلیه تجاری به صورت خودکار، امدادرسانی به حوادث ناشی از
وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک، موقعیت یابی یا ناوبری از طریق دستگاه های نصب شده روی خودرو و ارتباط بین خودرو و مرکز کنترل از جمله اقداماتیه که در این بخش انجام میشه. و سیستم های دستیاری راننده. تعداد زیادی از فناوری های هوشمند در وسایل نقلیه در جهت ایمنی وسیله نقلیه راننده رو کمک میکنند. سیستم های ناوبری هوشمند وسیله نقلیه، سیستم های کنترل سرعت و کنترل حرکت از جمله سیستم های دستیار راننده محسوب میشن. سرمایه گذاری برای ITS. منابع مالی و سرمایه گذاری برای پروژه های ITS از سه طریق تأمین میشه. سرمایه گذاری توسط دولت، سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاری مشترک. بریم سراغ روش اول، یعنی سرمایه گذاری توسط دولت. به طور معمول دولت بزرگترین سرمایه گذار برای ساخت تسهیلات زیربنایی محسوب میشه و به همین دلیل نیز از توسعه ITS به عنوان یکی از بخش‌های مهم صنعت راهسازی پشتیبانی و حمایت میکنه. توضیح فنی و اقتصادی این طرح‌ها نیز به طور معمول بر اساس تأثیر اونها بر کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و تغییر وسیله سفر به حمل و نقل همگانی و پیشبینی فایده اونها برای کل جامعه انجام میشه. به طور کلی سرمایه گذاری توسط دولت بیشتر در مواردی که خدمتون عرض میکنم مشاهده شده. تسهیلات پایش وضعیت راه‌ها، مراکز کنترل ترافیک، کنترل و مدیریت ترافیک و خدمات اطلاع رسانی به مسافران. بریم سراغ سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی. بخش خصوصی هنگامی در زمینه ITS سرمایه گذاری میکنه که از بازه اقتصادی و کاربرد تجاری اون مطمئن باشه. در واقع کاربران باید به پرداخت هزینه استفاده از خدمات و تسهیلات جدید تمایل داشته باشه. از جمله این موارد میشه به عوارض راه‌ها، سیستم‌های کارت بلیط هوشمند و سیستم‌های ناوبری درون خودرو اشاره کرد. در سیستم‌های عکس الکترونیکی عوارض راه‌ها، کاهش هزینه‌های جمع‌آوری عوارض به کمک فناوری‌های جدید باعث ترغیب بخش خصوصی در اجرای ITS میشه. سیستم‌های ناوبری درون خودرو به دلیل تمایل رانندگان به تغییر شرایط و رقابت با دیگران به کار گرفته میشن و سرمایه گذاری برای رهگیری ناوگان نیز به دلیل فایده های کاملا مشهود اون در بهبود عملکرد ناوگان توسط شرکت های مرتبط انجام میشه. اما روش آخر سرمایه گذاری مشترکه، یعنی بخش دولتی و خصوصی با همدیگه سرمایه گذاری. همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ITS نیز در حال افزایشه. بخش دولتی چارچوب کار رو تعیین و از سرمایه‌گذاری‌ها پشتیبانی می‌کنه یا اون رو تضمین می‌کنه تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد کار بشه. این ترکیب در پروژه‌هایی که دولت استفاده از فناوری‌ها و استانداردهای خدمات رسانی خاصی رو اجرایی کرده و اجرای اون رو به عهده بخش خصوصی گذاشته هم دیده میشه. به این ترتیب همکاری بین سیستم‌های مختلف و با همکاری شرکت‌های مختلف برقرار شده و مزایا و فایده‌های بیشتری نصیب جامعه میشه. خب بریم سراغ مزایای ITS. ITS مزایای بسیار زیادی داره که در اینجا به چند مورد از مهمترین اونها اشاره می‌کنم. افزایش امنیت، افزایش راندمان، کاهش مصرف انرژی، برطرف کردن محدودیت منابع مالی و محیطی، قابل رقابت شدن تولید، اطلاع رسانی به مسافر، کاهش ترافیک، مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده، سهولت در انتخاب نوع وسیله نقلیه برای مسافر، بایگانی و آرشیو اطلاعات، سهولت در پرداخت، بهینه‌سازی جریان ترافیک، مدیریت و کنترل حوادث، پشتیبانی و مدیریت وسایل نقلیه امدادی، مدیریت عکس الکترونیکی و مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل. به نام خدا، سلام. درس دوم از آموزش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. ارتباطات در ITS. ارتباطات داده. ارتباطات داده پردازش و مبادله اطلاعات به شکل‌های متن، صدا، تصویر، ویدیو و سنده که به وسیله دستگاه‌های الکترونیک مختلف به صورت کدهای دیجیتالی در اومده. ارتباطات راه دور.
ارتباطات راه دور به انتقال سیگنال های الکترونیکی در فواصل دور با استفاده از انواع روش های ارتباطات گفته میشه. دنیای مدرن امروزی در برگیرنده فرایند ارتباطات راه دوره که این فرایند اغلب توسط امواج الکترومغناطیسی انجام میشه. رادیو، تلویزیون و تلفن از جمله مثال هایی از کاربرد ارتباطات راه دور هستند. امروزه با توجه به ضرورت انتقال اطلاعات در ITS، ارتباطات راه دور نقش حیاتی و پررنگی داره. به عبارت دیگه میشه گفت که سیستم حمل و نقل هوشمند بدون استفاده از ارتباطات راه دور عملاً مفهوم و کاربردی نداره. تاریخچه ارتباط. تاریخچه ارتباطات رو میشه با اختراع تلگراف آغاز کرد. بعدها الکساندر گراهام بل با اختراع تلفن شروع یک تحول بزرگ رو تو ارتباطات رقم زد. اما بعد از اختراعهای فراوانی که تو این زمینه انجام شده بود، سرانجام اینترنت که یکی از مهمترین دستاوردهای بشر محسوب میشه، تو تاریخ 1973 میلادی شکل گرفت که در ادامه اینترنت باعث شد تا پیشرفت‌های عظیمی تو صنعت ارتباطات شکل بگیره. وظایف سیستم ارتباطی. یک سیستم ارتباطی باید در جهت ارسال و دریافت اطلاعات مجموعه از وظایف رو به صورت مجزا انجام بده. این وظایف عبارت است از انتقال اطلاعات، برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده، هدایت پیام، پردازش اطلاعات، بررسی پیام‌ها، کنترل جریان اطلاعات و برقراری امنیت اطلاعات. تو ITS بر اساس نوع فناوری مورد استفاده میشه از ترکیب دو بستر مخابراتی باسیم و بیسیم استفاده کرد. بستر مخابراتی باسیم شامل کابل، زوج سیم به هم تابیده، کابل هممحور، فیبر نوری و فناوری DSL و بستر مخابراتی بیسیم شامل توپولوژی های انتقال بیسیم، ارتباطات مایکروویو، بلوتوث، موبایل و وایمکس. بریم سراغ توضیح هر کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض کردم. کابل تو شبکه‌های محلی از کابل به عنوان محیط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده میشه. زوج سیم به هم تابیده کابل ارزون قیمتیه که نصب آسونی داره و برای شبکه‌های محلی بسیار مناسبه. این کابل‌ها نسبت به تداخل امواج الکترومغناطیس حساسیت بسیار بالایی دارند و تو مکان‌های دارای امواج الکترومغناطیس امکان استفاده از اونها وجود نداره. کابل هم‌محور یکی از مهمترین رسانه‌های انتقال کابل هم‌محوره. این کابل تو سال 1929 اختراع شد. کابل‌های هم‌محور از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند و قادرند محدوده وسیعی از نرخ انتقال اطلاعات رو پشتیبانی کنند. فیبر نوری بعد از اختراع لیزر تو سال 1960 میلادی، ایده استفاده از فیبر نوری برای انتقال اطلاعات شکل گرفت. خبر ساخت اولین فیبر نوری تو سال 1966 همزمان تو انگلیس و فرانسه اعلام شد. یه فیبر نوری از سه بخش متفاوت تشکیل شده: هسته، روکش و بافر. فناوری DSL. DSL فناوری مخابراتیه که با استفاده از زوج سیم مسی تلفنی که بین مشترکان و مراکز تلفنی مخابراتی وجود داره، بستری رو جهت انتقال اطلاعات با سرعت بالا برای کاربران ایجاد میکنه. بریم سراغ بستر مخابراتی بیسیم. توپولوژی های انتقال بیسیم. شبکه های بیسیم از چندین توپولوژی مختلف برای پیکره‌بندی شبکه استفاده می کنند. توپولوژی های متداولی که تو شبکه های بیسیم استفاده میشه عبارتند از